سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. قرار بود بچه این جلسه این قسمت رو درست کنیم، بریم اول سراغ HTMLش. خب میام اینجا یه دونه کامنت میذارم work section، یه کامنت هم میذارم end of work section. خب چیا خواهیم داشت اینجا بچه ها؟ یه قسمتی خواهیم داشت برای این تایتل. اول ببینیم اینو درست کنیم. یه دونه سیکشن با کلاس ورک، یه کلاس دیگه هم بهش میدم به نام سیکشن داش پادینگ، یه آیدی هم بهش میدم که وقتی کلیک میشه رو منومون بتونه بیاد تو این قسمت. یه دیو دیگه با کلاس سیکشن داش تایتل و داخلش می نویسم، داخلش یه دونه h1 میذارم با کلاس سیکشن داش تایتل اندل اندل نیم که میشه همون متنی که مون نوشتیم our work. یه بل فونت هم بهش اضافه میکنم که فونتش عوض بشه بل فونت. بعد اچه یه کلاس هم به این اضافه کنم من خودم، سیکشن تایتل لفت. اینو الان باید بیم خودم دستی بنویسیم بچه اینو باید. خب اینو بسیم، زیرش هم یه خط کشیده بود دیگه درسته. این هم اسمشو میذارم سیکشن داش تایتل اندر اندرلان اندر لاین، این هم قبلا داشتیم. خب میام اینجا یه رفرش. خب این درسته، یه ذره میخوام سمت چپ فاصله داشته باشه پس برامون این کلاس رو برای همین اضافه کردم بچه ها. خب بریم اینو توی سی اس اس مون بنویسیم. کجا بنویسیمش؟ خدا رو خوش بیاد اینجا بنویسمش. پدینگ لفت 5 آریه. بذار میخوام سمت چپ فاصله داشته باشه. پدینگ چرا مارجین؟ خب ببینم چقدر شد. کمه. خب بهتر شد. خب بریم سراغ قسمت عکس ها بچه. خب اینی که این بود. خب یه دونه دیگه میام پایین تر، میریم سراغ عکس ها. خب بیام اینجا بریم سراغ قسمت عکس ها. یه دونه دیو درست میکنم با کلاس work dash container. تمام اون عکس ها بچه ها میره زیر مجموعه این قرار میگیره. خب من یه دونه میرسم سینگل ایمیج و یه دونه کامنت میذارم end of single image. تمام اون HTML مربوط به هر کدوم عکس ها رو بین این میذارم، بهتون میگم چرا. آرتیکل با کلاس work item work dash item و یک کلاس دیگه هم میگیره به نام item dash one. خب نه، هر کدوم از این عکس‌ها یه کلاس به خصوص خودشون رو هم دارن. داخلش img با کلاس work item img work dash item underline underline img work dash item underline img. یه سورس میخواد که میشه img slash ورک داش یک. نیا کنید بچه من 10 تا عکس ورک دارم. خب اونا رو قراره بدیم. آلتش هم که میشه اون میسانم ورک. زیر هر کدوم از اینا یه دونه تگ A قرار میگیره با کلاس ورک داش آیتم اندل اندل آیکون که میشه اون آیکونی که ذره بینی که روش میمد.
اسفش هم فعلا میزنی چیزی نمیذارم. بعد هر کدوم از این لینک ها بچه ها یه دیتا آیدی خواهند داشت، دیتا داش آیدی، که دیتا آیدی اولی میشه قاعدتا یک، و داخل لینک همون از فونت هاستوم استفاده میکنم برای اون علامت ذره بین کلاس مساویس با FAS FA داش سرچ. خب بچه کل این آرتیکله میشه یه دونه از این اکسا که یه ذره بین و یه دونه اکسه. خب من چند تا از اینا میخوام؟ من 10 تا از اینا میخوام، پس اینو کپی میکنم. تو 10 تا باید برم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب میام اینا رو درست کنم. خب این اولیش که یکه، این هیچی، این میشه 2، میشه 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 و در آخرم 10 10 10. خب یه رفرش، عکس هم اینجا اومد همش. حالا فهمیدم CSSش که من اینو باید درست بکنم. خیلی عالی. خب چون بچه CSSش خیلی طولانیه، بریم بیام اول من از CSSش نریم، بیام همین ویدیو CSSش رو یه مقدار انجام میدم، بقیش میشه جلسه بعدی. خب بریم از چی شروع کنیم سر CSS بچه ها؟ از ورک شروع کنیم ها، یا نه ورک کانتینر، از ورک کانتینر شروع کنیم از اینجا. خب اینو کپی میکنم میام اینجا، میام پایین، اوکی. یه کامنت اینجا میذارم، می‌نویسم ورک سیکشن. خب اولش چی بود؟ ورک کانتینر که تمام عکس داخل اون قرار میگرفت. یه ماکس وید بهش میدم، میگم بیشتر از 90 وی دبلیو نباشی، و یه مارجین هم بهش میدم از بالا 2 آریم، از چپ و راست اوتو. خب این از بعد میرم سراغ اون اکسا، ورک داش آیتم آندرلان آی ام جی، حتی دوتا آندرلان. خب میگم هر کدوم از اون اکسا خب ارزش باشه 100% پرنتش، هنوز پرنتش رو چیز ندادم، هیتش هم باشه 100% پرنتش، دیسپلی باشه بلاک، یه ترانزیشن هم میدم چون قرار روش هاور بره، موس بره روش، میگم آل یک ثانیه از نوع لاینیر، و اوپاسیتیش هم میدم 1 چون قرار احتمالا بعدا کمش کنم. خب این 100% پرنتش شد. خب میام پایین، خود ورک آیتم، ورک داش آیتم که عکس داخلش قرار گرفته، دقیقا میشه پرنت ورک آیتم آی ام جی بچه ها، یک کنید ورک آیتم عکس داخلشه. برای ورک آیتم یه بکگراند میدم اول که یه حالت لاینیر گریدینت داره، از داش داش یلو تا داش داش یلو. خب یادت گریدینت، بعد یادت زرد طوری پیدا میکنه. یه اوورفلو میدم هیدن که اگر عکس من از ورک آیتم هم زد بیرون دیگه نشونش نده، و یه پوزیشن هم میدم ریلیتیو. چرا؟ چون میخوام اون ذره‌بونه بود بچه آیکونه، میخوام به اون بدم پوزیتیو بیارمش وسط ورک آیتم.
اوکی خب یه بکگراند زردی میبینید اومده روش. خب بریم سراغ چی؟ دات ورک آیتم دو نقطه هاور، اگر روی موس اومد روش و همچنین دات ورک آیتم آی ام جی. اگر ورک آیتم من موس اومد روش، عکس من چه اتفاقی براش بیفته؟ معنی این تیکه کد سی اس اس اینه بچه ها. میگم در اون صورت اوپاسیتی بشه نیم، یعنی یه مقدار عکس حالت تارتر بشه و ترانس فرم دو نقطه اسکیل عکس چی بشه؟ یه کوچولو بزرگتر بشه. پس اگر موس من اومد روی ورک آیتم، عکس من یه ذره تار بشه، یه ذره بزرگ بشه. ببینید الان موس رو بیارم رو ورک آیتم، میگم عکس من یه ذره تار میشه، یه ذره بزرگ میشه. چون بزرگ میشه قاعدتا از این ورک آیتم هم بزنه بیرون دیگه، ولی بیرون نمیزنه. چرا؟ چون اوورفلوش رو دادم هیده، گفتم هر چی زد بیرون رو حذف کن. خب این عوض میرسه بعدش. بریم سراغ اون علامت ذره بینی که داریم، ورک آیتم آندرلاین آیکون، اون علامت ذره بین ما. چون به پرنتش پوزیشن ریلیتیو دادم، به این پوزیشن چی میدم؟ ابسولوت. چون قرار نسبت به پرنتش مشخص بشه، یه رنگ بهش میدم که میشه همون زردمون، دشتش براتیلو. میگم از بالا 50%، از سمت چپ هم 50%. خب و دیسپلیش هم باشه این لاین بلاک، و یه فونت سایز هم میدم که بزرگش کنم به اندازه 4 REM. الان محسمن قبلش کجاست؟ اینجاست. من بهش گفتم نسبت به پرنتش مشخص شد، الان میاد میفته روش بچه، میاد میفته روی عکسه. خیلی خب بچه بریم بیایم ادامهش روش جلسه و دیسیسسش. فعلا خداست.